سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و از شطرنج و زندگی لذت ببرین. با ویدیو ششم از مجموعه دفاع سیسیلی در خدمت شما هستیم و توی این ویدیو میخوایم یکی از حمله های خیلی خفن سفید، یعنی حمله گراند پریکس یا شاخه F4 رو برای سیاه و سفید بررسی کنیم. این حمله رو برای هر دو رنگ میگم با سفید چجوری بازی میشه، با سیاه هم چجوری بازی میشه. شاخه بسیار جالبیه، حمله ایه. با سیاه اگه میخواین سی سی رو بدون این شاخه رو حتما باید بلد باشید. خب بریم ببینیم حمله گراند پریکس چه هستش. E4 C5. خب سفید میتونه با S3 شروع کنه، میتونه با F4 هم شروع کنه. ببینید اینجوریه، مثلا از بالا F4 هم بیایم S3. خب حالا سیاه اگه S6 کنه F4، اینو بهش میگن حمله گراند پریکس. حالا اسم یه جایی هستش فکر کنم توی اون مسابقه گراند پریکس اولین بار این حمله بازی شد و از اونجا مشهور شد. بعضی از شروع بازی ها به اسم مسابقات هستن، یعنی مسابقه ای که اون شروع بازی بازی شده. سفید ایده های جالبی داره که میریم بررسی میکنیم. یه نکته همین اول کار بهتون بگم، ترتیب حرکات سفید خیلی مهمه. سفید باید با F4 شروع نکنه، F4 خوب نیست، یا میتونه اینجا D5 کنه و اگه بزنیم اسب F6 میکنه و سیاه وضعش خوب میشه، این ساختار پیاده ای به هم میریزه. بخوایم پیاده رو دفاع کنی اینجوری وضعت اصلا خوب نمیشه. مثلا سیاه میزنه 3-4. یه نکته بگم که اصلا اگه بخوای اینجوری دفاع کنی که دیگه افتضاحه، یعنی سیاه یه پیاده داده ولی دو تا پیاده ضعیف اینجا داری. خب این دوتا رو نگاه کنین، این یکی، این دوتا. بعد نکته ای که هستش اینه که خب یه لحظه، خب من سفر رو بزرگتر کردم که بهتر معلوم باشه. نکته ای که هستش اینجا اینه که هم پیاده F هم پیاده C ضعیفن و مشکل ضعیف نه در تعریف، مشکلی که هستش اینه که دوتا فیل سفید رو میبنده. این فیل اگه حالا دسه کنی که چی، بدبختن میشه، ولی این فیلت هم بسته است، یعنی بعدا دسه هم بازی کنی که مجبور میشه یه جاهایی. سیاه خیلی بازی خوبی داره، یعنی یه فیلو میذاره D6، اسبو میذاره C6، قله میره. بذار اینجا رو بچینم از C6 قله، ستون ای رو داره، همه چی داره. این که خیلی بده. سفید اگه بخواد پیاده رو حفظ کنه فیل به 5 کیش میده، سیاه فیل D7 میکنه، بعد که زرب بده سیاه میتونه وزیر D7 بعد C4. ولی همینم هم خیلی بده، یعنی فکر کنم این یه بازی کاسپاروف و نایجل شورت تو این شاخه بازی شده، فیل D6 کرده، قله از C6، اینم کاسپاروف از نایجل شورت با سیاه برده، کاسپاروف سیاه بوده اگر اطلاعاتم درست باشه، ولی فکر می‌کنم درسته چون اینا رو من خیلی وقت پیش چیدم. پس با ترتیب F4 اگه حریفتون شما سیاه بودین، حریفتون F4 کرد، سریع D5 کنید. D5 رو کنترل نکرده، شما میتونید سریع D5 کنید و برونه که دیگه هیچی، اصلا هیچی نداره دیگه، اصلا شروع بازی نیست. بزنه از سیسم کنه چیزی نداره، یعنی بازم خیلی حرکت چرت و پرتیه. در هر صورت این لاین با F4 خوب نیست، با S3 شروع میشه. پس این رو در نظر داشته باشیم. سیاه S6 میکنه و سفید F4. حالا سفید میخواد اسبش رو بیاره F3، فیلش رو از یکی از خونه های C4 یا B5 بیاره بیرون، قلعه بره، D3 بازی کنه و بعدش توی جناح شاه حمله کنه. این ایده بسیار جالبی هستش که توی بعضی بازی هم استفاده شده و خیلی بردهای زیبایی هم به دست اومده ازش. ولی خب حالا میریم طرحهای جفت طرف رو میبینیم. من یه بازی داشتم سال خیلی وقت پیشه، من بدون ریتینگ بودم توی جشنواره سراسری کشوری. اون وقتا یه جشنواره برگزار میشد، بعد شما میرفتی نیمه نهایی یا فینال رو نمیدونم دقیقا. من بدون ریتینگ بودم و اولین مسابقه بود که اصلا ریتینگ گرفتم. ریتینگ هم که اونجا گرفتم 2007 بود، البته اون وقتا پای ریتینگ 1600 اینا بود، یعنی مثل الان نبود 1000 باشه. مثلا 2007 رو گرفتم. این بازی هم حریفم 2000 ریتینگش بود، من سفید بودم بدون ریتینگ. خب بریم بازی رو ببینیم. من اون وقت خودم گرند پریکس رو بازی میکردم، ولی ببینید با چه ترتیب حرکاتی ما وارد گرند پریکس شدیم. ببینید تو شطرنج یه چیزی هم هست به اسم تبدیل حرکات، ترانسپوزیشنز، یعنی پوزیشن های شطرنج میتونن به همدیگه تبدیل بشن. بازی ما اصلا سیسیلی نبود، حریفم D6 رو بازی کرد، یعنی اصلا سیسیلی بازی نکرد و دفاع پیرک رو بازی کرد. ولی ببینید چی میشه، ایشون اسب گذاشت C3، من اسب گذاشتم F6. من توی این بازی کلا میخواستم، چون گراند پریکس رو با سفید بلد بودم، دوست داشتم برم تو گراند پریکس و الان باشه که قطعا D4 میکنم، ولی اون وقت تو اون بازی فیل C4 کردم. خیلی خوب نیست واقعیتش الان که فکر میکنم،
یا 3-6 اینا بازی کنه، 3-6 بعد به 5 فکر میکنم مشکل داره دیگه. 3-6 میکنه به 5 هم میکنه، بعد این فیله توی 3-4 یکم مشکل داره. خلاصه این زیاد جالب نیست. حریفم G6 کرد، حالا من F4 کردم، حریفم فیل G7 کرد، من اسب F3 کردم، حریفم قلعه رفت، من D3، اون C5. شد سیسیلی، شد حمله گراند پریکس سیسیلی. الان همینو تو سیسیلی براتون میچینم. E4 C5 از C3 مثلا، حالا D6 F4 اسب F6 اسب F3 G6 فیل C4 فیل G7 D3. بله همون پوزیسیون، عین همون پوزیسیونه، یعنی یکیه دیگه. الان یکیه، سفید قلعه میره. البته من این ترتیب حرکات رو نمیخوام بهتون بگم با سیاه، این به نظر من این ترتیب حرکات اصلا خوب نیستش با سیاه و چیز جالبی نیستش، ولی خب شما خودتون با سفید بخواین این پوزیسیون رو اگه بازی کنین جالب میشه و بدونین که اگه سیاه این ترتیب حرکات اشتباه رو بازی کرد چه جوری بازی کرد. البته اشتباه نیست ولی خب یکم سخت. بله خب الان طرح سفید همونطور که گفتم حمله در جناح شاه، یکی از مانورهایی که داره وزیر رو میاد E1 میره H4، یه مانور خیلی جالب وزیر، بتونه F5 میکنه و خط فیلش رو باز میکنه و هدف در نهایت شاه سیاهه. خب ببینیم چی میشه. حریفم E6 کرد، فیل B3، حرکت خوبیه فیل B3. اینجا میخواد مقابل D5 آماده میکنه خودش رو، نمیخواد. من میخواستم که اگه D5 کرد حالا من E5 رو داشته باشم، حتی حالا انجام میدم یا نمیدم مهم نیست، ولی اگه حریفم اینجا من فیل B3 نکنم D5 کنم، من یا باید بزنم یا باید بکشم عقب. خلاصه من فیل B3 کردم، اون از C6 کرد، من وزیر 1 کردم، اون طریقی که گفتم از D4 کرد و من وزیر رو رفتم H4. چیزی که من میخوام بهتون بگم تقریبا شبیه همینه با سیاه، فقط اسب توی E7. به نظر من اسب توی F6 جاش خوب نیستش. حالا بریم ببینیم چطوری میشه. وزیر H4 A6، اینم خیلی کند بود، اینم خیلی کند بود، یعنی اینجا سیاه باید یه برنامه های دیگه ای بریزه. شاید اصلا از T7 کنه بیاد برای تعویض وزیر، مثلا اسب E8 که نداره وزیرش رو میزنیم. اسب H5 هم جالبه جالبه، ولی خب سفید وزیر رو برمیگرده افتو، این اسب اینجا میس پلیسته، جاش خوب نیست. خلاصه ما وزیر 4 رو بازی کردیم، حریف A6 کرد. من یه چیزایی خونده بودم، بلد بودم، مثلا یه ویدیوی گوش داده بودم، مثلا الان که شما ویدیو رو دارین میبینین، یه ویدیو به زبان انگلیسی بود که داشت این حمله گرند پریکس رو میگفت. من اینو فهم میدونستم باید F5 رو برونم دیگه، حالا چی میشه و چی نمیشه، F5 رو روندم. پیاده میدیم برای اینکه فیلمون رو فعال کنیم و حمله کنیم. ای در F5 فیل G5، خیلی حرکت نابیه. میتونستم فیل 6 هم بازی کنم، من سر بازی شاید از این خوشم نیومده، خیلی وقت پیش این بازی، شاید 2010 باشه، من دقیق یادم نیست، بی ریتینگ بودم، فهمیدم بی ریتینگ بودم، حالا مثلا یه همچین چیزایی بوده. و خلاصه من فیلو گذاشتم G5، الان من در پی اینم که از این آچمزی هم استفاده کنم دیگه. خیلی جالب، حریفم اینجا اشتباه بازی کرد، ولی خب اشتباهش معلوم نیست. فیلو گذاشت E6 جلو از D5 منو گرفت، یعنی خیلی ساده فیلو گذاشت E6 جلو از D5 منو گرفت، ولی خیلی خوب نیست. بعد اسب E6 میکرد، البته من بازم سفید رو میپسندم بعد از فیل 6 و حالا بازی میتونه ادامه پیدا کنه. سفید پیادش رو حداقل پس میگیره. فیل G5 چون فیل 6 کرد و اینجا من یه ترتیب و حرکات خیلی خوبی رفتم، زدم توی D4، زدم توی F5. یهو شوکه شد حریف، اصلا حواسش نبود این جریان چیه، چرا اینو زده. و این نکته اینه که اینجا اگر C3 رو بزنی که من این 6 رو میزنم میبرم، خب اگر B3 رو بزنه چی کار میکنم به نظرتون؟ اگر B3 رو بزنه، حالا دقیق خودم هم یادم نیست، ولی فکر کنم از B4 میبرد، از B4 میبرد. بزنی من یه لحظه از انجین کمک بگیرم، خیلی وقت پیش میگم، آره فکر کنم از B4، بله از B4 ایدم بود که حریفم اصلا حواسش به همچین چیزی نه. همون وقت هم ایده های جالبی داشتم، اینو حساب کرده بودم که از B4 دارم و حریفم شوکه شد، اصلا حواسش به همچین چیزی نبود. و اینجا هم دیگه شوک تاثیر خودش رو گذاشت، حرکات خیلی چرت و پرتی رو بازی کرد. اینجا باید F5 رو میزد، ولی خب قبول دارین که این پوزیسیون افتضاحه دیگه، این قبول دارین که این افتضاحه برای سیاه، یا این مثلا جفتش افتضاحه دیگه، اینا خیلی بده. خلاصه بعد بازنده است اینجا، ایشون اچیش کرد، من
ای6 رو زدم، G5 رو زد، زدم، زد. دیگه تحت تاثیر بود بنده خدا. F7 هم زدم، زد، وزیرم زدم تو D4 رو. برنده بودم دیگه، یکم ادامه داد تا چون بی ریتینگ بودیم، ولی بازی رو ازش بردم. خب من اسم حریفانم نمیگم، این دوستم اصلا دوست خودم بود همون زمان، الان دیگه شطرنج بازی نمیکنه چون که بازیکن ایرانی باشن اسم رو ترجیحا نمیگم، حالا تا جایی که امکان داره. بازیکن خیلی خوبی هم بود، یعنی اون زمان 2000 خیلی بازیکن خوبی بودن. خلاصه این از این بازی، یعنی یه حمله خیلی خفن برای سفید توی جناح شاه که دیدیم میتونین استفاده کنیم. من خودم هم توی بازی های آنلاین هم الان دارم بعضی وقتا ازش استفاده میکنم. خب حالا بریم ببینیم با سیاه چجوری مقابل این شروع بازی بازی کنیم. خب من سفرم برمیگردونم، از این به بعد رو با سیاه میبینیم. E4 C5 از 3 از 3 6 F4 همون G6 رو بازی کنیم. G6 ایده خوبیه. اسب F3 فیل G7. خب اگه دقت کرده باشین توی این چیزی که من الان دارم میگم، سیاه به جای اینکه پیادهش توی D6 باشه، اسبش توی 3 6 و این خیلی فرق ایجاد میکنه. اینجا دیگه فیل C4 حرکت خیلی جالبی نیستش، هرچند من اینم جلوم بازی شده خیلی وقتا، ولی اینجا فرق اینه که سیاه E6 میکنه و بعد با اسب E7 و D5 ادامه میده. دیگه D6 نکرده بعد D5 کنه. اگه بازی رو دیدین توی همین ویدیو دیدین که مثلا سیاه D6 کرد بعد میخواست D5 کنه و یکم دیر شد براش این قضیه، ولی اینجا یه ضرب میخواد D5 کنه، یه تم جلو میفته. حالا خلاصه این زیاد تعریفی نداره، این پوزیسیون اینجوری میشه و سیاه اوکیه در حرکت بعدی هم میخواد D5 کنیم، به خصوص اگه حریفتون فیلیسه کرد حتما تشکر رو به جا بیارین و سوارش رو بگیرین. حالا کار دیگه ای هم که میتونین راحت D5 کنین، اسب بتونه میذارین D4. طرح دیگه ای هم که سیاه داره اینه که رخو بذاره B8 B5 B4 A5 اینا رو بیاد همینجوری جناح وزیر رو برونه. سفید تو جناح شاه، ما تو جناح وزیر، جناح وزیرش هم دفاع میکنه، جناح شاه سفید هم دفاع میشه، چیزی نداره. اینو زیاد حالا نریم دنبالش، ولی خب من بوده بازی داشتم مثلا چه میدونم وزیر E1 D5 فیل B3 اینجا اسب A5 کردم مثلا، یا اسب D4 هم بازی کردم جفتش، اسب A5 اصلا داری میری دنبال این فیله، میگه آ فیلتو به من بده. و خیلی مثلا اسب D4 وزیر E4 یه بازی داشتم اینجوری، حالا نمیدونم فکری بود سری بود چی بود، از طرف سه زد از 3-6 حرکت خیلی خوب. حالا اگه D8 رو بزنه میزنیم، اینو بزنه میزنیم، با فیل بزنه که میزنم سر این، بزنه کیش میدم سوار میگیرم، با اسب بزنه اسب رو میرم D4 بازم سوار میگیرم و سیاه خیلی وضعش عالیه. اگرم نزنه که بازم وضعش بده، فیل میاد E6 اسب میاد D4 و سیاه وضع عالی داره. ببین مثلا همین از D4 میتونیم بازی کنیم. خب سفید امروز دیگه اینو بازی نمیکنه و چیکار میکنه و میاد توی این پوزیسیون. اینجا سفید میاد و فیل B5 رو بازی میکنه دیگه، یعنی اینم یه لاینی هستش که سفید این روزها بازی میکنه. اگرم شما با سیاه این شاخه رو بازی کردین باید حواستون به فیل B5 باش. خب ترتیب حرکات پس خیلی مهمه، مثلا اگر حریفتون از 3-3 بازی کرد شما باید با از 3-6 شروع کنین، اگه F4 کرد باید با G6 شروع کنین. خلاصه ترتیب حرکات مهمه. فیل B5 اینجا من اینم بازی کردم با سفید، سیاه نباید بذاره 3-6 رو بزنه. اگه بذاره مثلا 3-6 رو بزنه، فرض کنیم یه همچین چیزی، بازم D3 میکنه، باز قلعه میره، باز وزیر میاد E1 میاد E4 باز F5، این اسبه نیست دیگه، این فشارم روی مرکز سفید نیست و سفید میتونه کارهای جالبی بکنه و دو فیل سیاه هم زیاد تعریفی نداره. خب اینجا از D4 حرکتیه که سیاه باید بازی کنه. خب اینجا سفید معمولا قلعه میره. من یه حریفی داشتم اینجا D3 کرد، من وزیر رو گذاشتم A5، 2100 هم ریتینگش بود، فیل رو گذاشت C4، F3 رو زدم با G زد. خب این چه کاریه، سیاه برتری گرفتی، این چیز خاصی نیست برای سفید. حالا کار دیگه هم میتونه بکنه، قلعه میرن اکثرا. من خیلی وقت پیش مثلا تا سال 2014 اینا اینجا B5 رو میزدم، حرکت خوبی هم هست، اینم میشه بازی کرد. بعد D5 میکنه سیاه، این خیلی نکته مهمیه که بازم اگه D6 D5 نکنیم بتونه اسب رو برگرده، مثلا اینجا A6 کنی اسب بره C3 D6 کنی، سفید هم باز میتونه D3 بازی کنه و باز هم همون جریان حمله جناح شاه و اینجور داستانه. اینجا D5 میکنه سیاه، اوکیه خیلی تئوریکه، ولی مثلا من اینو
نه اول باید آشیش کنیم. بخشی این از 3 از F6 همین هم بازی کردم. من با یه بازیکن 2260-70 بود، با سیاه بردم توی آخر بازی وزیر مساوی. ولی خب البته بوده بازی هایم کردم که توی این وضعیت ها حالا امتیازم دادم، اینطور نیست که همه رو برده باشم، ولی خب سیاه به نظرم راحت تر. اما الان امروز حرکت آشیش بهتره، حرکت آشیش، و سیاه به نظر من فیلو بتونه برونه، فیلو جای خوبی نداره. اگه بره ایدو که اصلا دیگه جاش خوب نیست و سیاه خیلی راحت بازیشو ادامه میده، ای6 از بی7 رو همیشه در نظر داشته باشید. بره دسم که اکثرا بازی میشه، شما باز د6 میکنید، طرحت فیل ج4، میخوای فیلتو بذاری ج4، باید د4 رو بزنه زد اسپیدو، یه همچین داستانی میشه. اسبو میذاری f6، این پیاده هم بزنه شما وزیر b6 میکنی، مثلا c3 میکنه میزنی، ایشون هم میزنه، شما قلعه میری، بعد b5 میکنی، فیلتو میذاری b7 و سیاه بهتره. تئوریش اینطوریه، به نظر من که سیاه بهتره اینجا. خلاصه حالا این از این پوزیسیون. چیزی که حالا وجود داره اینه که چه حرکتی بیشتر بازی میشه. فیل 3-4 بیشتر بازی میشه ولی خوب نیست. میخوام یه بازی دیگه بچینم از خودم با سیاه که حریفم فیل 3-4 بازی کرده. B5 فیل اومده توی خونه D5 و رخ B8. سیاه جناوزی رو رونده، میخواد ایشیش هم بازی کنه. خب اینجا سفید حریف من دسه رو بازی کرد، حرکت آخرش اینجا، ببخشید، دسه رو بازی کرد. یه بازی هم داشتم که سری بود، حریفم E5 بازی کرد، خیلی هم بازیکن خوبی بود و من E6 رو بازی کردم و من اینجا D5 کردم. اینم خوبه ولی D6 برتری سیاه میزنه، با وزیر میزنه، سیاه برتری خیلی خوبی داره، اسبشو میذاره E7 و پیاده F4 خوب نیست، اسب D4 خیلی خوبه. من D5 کردم، مختصر برتری داشتم ولی فکر میکنم بازی مساوی شد تهش، اگه اشتباه نکنم یا باختم یا مساوی شد. یه لحظه بذارین من چک کنم. خب چک کردم که اطلاع اشتباه ندم، بازی رو باختم، وضعیت تا آخرش هم حالا من اولش برنده بودم، بعد مساوی شد، بعد بازنده شدم و بازی رو باختم. ولی خب اینجا D6 برتری سیاه دارم. تجربیات خودم رو از این شاخه میگم که خودم توی چندین سال مختلف چه چیزایی رو بازی کردم و فکر میکنم درسته. این توی این بازی حریفم D3 بازی کرد، اینم زیاد حالا وارد جزئیات بازی نمیشیم. E6 فیل B3 از B7 فیل E3 اینجا میشد فیل B7 کنم، D5 هم خوبه، فیل B7 بهتر بود، فعلا پیاده D رو دست نزنی، قلعه میری، بعد حالا به فکر D5 هم خواهی بود. من D5 کردم، حریفم زد با اسب که نداره سوار میده، باید با فیل بزنه، اسب و گذاشت E2، زدم E4 و سیاه آردی بهتر. سیاه حرکت D3 هم خیلی حرکت خوبی بود، وزیرها اگه وزیرها رو تعویض نمیکرد که وضعش بدتر میشد، وزیرها رو هم تعویض کرد. اینجا B2 هم زدم، رخ و گذاشت B1، سیاه بهتره، برتری دو فیل داره، سفید دیگه حمله نداره و اینجور چیزا. اینجا من یه تصمیم اشتباه گرفتم، خیلی حرکت سختی بود، حالا سختم نبود، اون زمان من خیلی خوب بازی نکردم. البته این بازی توی سال 2013 بازی شده، من 220 ریتینگ هم، حریفم 1700، ولی خب بازیکن خوبی بود. اینجا من اشتباه کردم، فیلو برگشتم عقب در حالی که خونه A3 درست بود، به خاطر کنترل خونه C1 توی این وضعیت. من یکم از جای فیلم خوشم نمیومد ولی ظاهرا این خیلی خوبه برای سیاه، قلعه میره و رخشو میذاره C8 و سیاه خیلی وضعیت بهتری داره. ولی من فیل G7 کردم و شانس آوردم که حریف حالا شانس منظورم که تعادل رو میگرفت. سفید اگه رخ F3 بازی میکرد بعد رخو میذاشت F، البته من فیل B7 دارم یا حالا بعدش هم امکانات دارم، میتونم از C6 کنم، مثل بازی میشه، ولی خب یه چند تا تمپ جلوترم. حریف اول رخ D1 بازی کرد، حالا من فیل B7 کردم، حالا رخ C1 بازی کرد. من حالا نمیدونم چرا گذاشتم رخشو بیا C7، شاید فکر میکردم برتری میگیرم، باید از C6 میکردم، قلعه رفتم ولی رخو گذاشت C7، اسبو گذاشتم C6، رخو گذاشت C1، اسبو گذاشتم A5، دنبال یه همچین برنامه‌ای بودم. اینجا سیاه به نظر من یکم بهتره ولی خب نزیاد، شاید اگر از E5 رو بازی میکرد پوزیسیون متعادل بود. ایشون E5 کرد که خوب نبود، حالا من زدم به سر و فیلو گذاشتم D5، دوتا فیل خیلی فعال دارم، رخو گذاشتم D8. این پیاده D8 ضعیفه، چی شد چرا اومد جلو؟ پیاده D8 ضعیفه، بعد D4 کراره، بسش هم ضعیفه، مثلا دچا کرد، من این فیلم هم گذاشتم فش، دو فیل اینه دیگه، دو فیل این کارا رو میکنه. خلاصه این بازی
من در نهایت پیاده D4 رو هم گرفتم و بازی رو بردم. دو فیلم خیلی قوی شدن. زیاد نمیخواستم راجع به این بازی توضیح بدم، شروع بازی رو میخواستم بهتون بگم که گفتم شما خیلی ساده با این ترتیب حرکات بازی میکنین. اگه فیل با این ترتیب حرکات، اگه فیل C4 کرد E6 میکنین، اگر فیل B5 کرد اسب میذارید D4. حالا اگه سفیدم بودین اینا رو میتونین ادامه بدین، مثلا همین فیل B5 از D4 اگه با سفید خواستین بازی کنین رو این شاخه ها تمرکز کنین، مثلا A6 فیل D3 رو اینا مثلا ببینین چیزای جدیدی هستش ببینین. من خیلی هم با سفید دیگه بررسی نکردم. در هر صورت امیدوارم که لذت برده باشیم. بخشین من بازی خودم رو میچینم، چون که حالا این شاخه بازی زیاد هست ولی من خودم چندین تا تجربه داشتم توی مسابقات مهم از این شاخه. حالا یه سری دیگه هم هست که اونا رو دیگه نچیدم، دیگه واقعا فرصت نمیشد. خواستم اینا رو به جریان بذارم، به اشتراک بذارم که حالا هر بازیکنی بهتر میدونه توی بازی خودش چه گذشته. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برای منم کامنت بذارین و لایک هم بذارین. روز و روزگار خوبی رو داشته باشین.